بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم از همایش ساختمان داده و طراحی الگوریتم، حل سوالات آزمون دکترای سال 98. مسئله اول مسئله تکراری از کتاب 600 مسئله و البته خیلی از منابع دیگه. اگر ما یک ماتریس داشته باشیم که سطری و ستونی مرتب شده باشه، هر سطری از چپ به راست مرتب شده باشه، هر ستونی از بالا به پایین مرتب شده باشه، عملیات جستجو در چنین ماتریسی به چه صورت قابل انجام، زمان اجراش چی هست؟ همونطور که در شکل دارید میبینید، من عملیات جستجوی 7.5 رو نشون دادم. ما از این آدرس، از سطر اول و ستون آخر کارمون رو آغاز میکنیم، یعنی وقتی که مقدار A1، یعنی در سطر اول هستیم و J مساوی N هست، یعنی در ستون آخر هستیم. هم من میدونم که هرچه به سمت پایین تر برم اعداد بزرگتر میشن و من میدونم هرچه به سمت چپ برم اعداد کوچکتر میشن. این دوتا نکته رو میدونم. بعد کلید مورد نظرم رو با این خونه مقایسه میکنم. اگر از این بزرگتر بخوام میام پایین، اگر از این کوچکتر بخوام میام سمت چپ. بنابراین الان AIJ 5 ولی کلیدی که من و شما دنبالش هستیم 7.5 هست. بنابراین بزرگتره، کلید از این بزرگتره، پس مقدار آی رو افزایش میدم، میرم سطر بعدی. 10.5 ده از 7.5 بزرگتر شد، پس من نیاز دارم که آیجی کوچکتر بشه، بنابراین ستون رو کاهش میدم، میرم ستون قبلی. به همین ترتیب ادامه میدم و یا هر بار یه سطر میرم پایین تر یا هر بار یه ستون میرم سمت چپ، یا در نهایت در طول این مسیر پیداش میکنم کلید رو، یا به جایی میرسم که آی صفر میشه یا جی آی از ان بزرگتر میشه یا جی به صفر میرسه و جستجو ناموفق هست. زمان اجرای این جستجو از اونجا که در هر گام یا یک گام به سمت پایین یا یک گام به سمت چپ برمیداریم، حد اکثر 2n قدم برمیداریم. حد اکثر طول بزرگترین مسیری که ممکنه طی کنیم 2n هست. بنابراین گزینه 1 درسته. این حد اکثر 2n مرحله. 2n مرحله. خب مسئله معروفیه. مسئله بعدی، ما برای پیدا کردن بزرگترین زیر دنباله مشترک، حالا بعضی وقتا واقعا منظورمون زیر دنباله مشترکه، بعضی وقتا نه، طول بزرگترین زیر دنباله مشترکه. اینو خیلی بی‌دقتی میکنن طراحات در نوشتن. اگر مسئله پیدا کردن طول بزرگترین زیر رشته مشترک باشه، میشه ماکسیموم گرفت، یعنی عددها رو میشه با هم مقایسه کرد، میشه مینیموم گرفت، ماکسیموم گرفت. به هر حال مثلا تو همین گزینه در ادامه درستش کرده، LIJ طول بزرگترین زیر دنباله مشترکه. بگذاریم. حالا ما میدونیم که برای پیدا کردن زیر دنباله مشترک، بزرگترین زیر دنباله مشترک، یک روش استانداردی وجود داره که ایده الفی هست که در این مسئله اشاره شده بهش. البته خلاصه نویسیش کرده دیگه. ما میومدیم میگفتیم که اول AN و BM رو با هم مقایسه میکردیم، یا این دوتا مساوی بودن یا این دوتا با هم مساوی نبودن. اگر AN و BM با هم برابر باشن، یه دونه که همین الان پیدا کردیم X و X مشترکن و بقیه یه کار باید در زیر مسئله های N منهای 1 M منهای 1 ادامه پیدا کنه، L N منهای 1 و M منهای 1 بزرگترین زیر دنباله که اونجا میشه پیدا کرد، به علاوه این یه دونه X که پیدا کردیم. اگر X و AN و BM با هم برابر نباشن، اون وقت مشخصه که به این دوتا، که به تساوی این دوتا که امیدی نیست. یه بار باید کل
این زیر رشته رو با ام منها یک تا مقایسه کنیم، یعنی این زیر مسئله رو حل کنیم، یه بار هم کل اینها رو با ان منها یک تای بالا، یعنی کل اینها رو با ان منها یک تای بالا، بین این دوتا هر کدوم که بزرگتر شد جواب ما هست. و در این حالت من باید ماکسیموم بگیرم از یه بار ان منها یک و ام، یه بار ان و ام منها یک. حالا تصور کنید که بچه ها میشه به جای اینکه دو حالت نوشت که یا این پیش میاد یا این، شرطش رو بذاریم کنار این، اگر آن با بی ان برابر باشه این، اون وقت بگیم بین این و این و این بزرگترین، اشکال نداره به شرطی که شرطش رو اینجا بذاریم، این یکی رو در صورتی در نظر بگیریم که آن با بی ان برابر باشه. ایده الف همین ایده هست و ایده درستی هم هست، اگر آن با بی ان برابر باشه یک به اضافه فلان، در غیر این صورت ماکسیموم این دوتا، پس ایده الف درست. اما به همین مسئله رو با یه ایده دیگه حل میکنه و اونم ایده درستیه. به این صورت به میاد فقط بر روی این تمرکز میکنه که آیا آن در بزرگترین زیر رشته مشترک دخالت داره یا دخالت نداره. دقت کنید، آن آیا در اون بزرگترین زیر رشته مشترک دخالتی داره یا نداره؟ اگر دخالت نداره، خب ما باید بیایم مثلا کل اینها رو با ان منها یکتای بالا در نظر بگیریم. من صورت سوال رو بخونم بعد. یعنی اگر دخالت نداره، ام با ان منها یکتا رو باید در نظر بگیریم. این وضعیت اول. اگر آم در LCS شرکت ندارد، دخالتی ندارد، اون وقت مشخصه که باید ال ان منها یکتا و ام رو در نظر بگیریم. و اگر آم آن از میخوام اسمش اون بالایی اسمش آنه، اگر آن در بزرگترین زیر رشته مشترک دخالت داره، یعنی قطعا آن شرکت کرده، خب این آن که شرکت کرده باید با یکی از اینا برابر شده باشه دیگه. اگر آن رو با این بگیریم، اون ایکس، اینم ایکس، خب حالا خیلی محدود میشیم، یعنی حالا باید بین اینها و این دنبال زیر رشته باشیم به همراه آن، یعنی ایکس و ایکس به همراه اونها میشه یه زیر رشته. بهتر نیست به جای اولین چیزی که مساوی آنه، آخرین بیکایی که مساوی آن هست رو در نظر بگیریم؟ چرا بهتره؟ یعنی بهتره اگر آن با چند تا از بی آی ها برابره، بزرگترین بی آیی که با آن برابره رو در نظر بگیریم. پس اول دنبال بیکایی میگردیم که با آن برابره و بزرگترین اندیس رو داره، و بعد ادامه کار میگیم یه دونه که داریم، همین تساوی این دوتا یه دونه به ما میده، بقیه رو باید کجا دنبالشون بگردیم؟ ان منها یکتای بالایی و کای منها یکتای پایینی. متا کا کدوم کا هست؟ کا باید بین بی آی هایی که با آن برابرن بزرگترین آخری رو در نظر بگیریم، آخری رو در نظر بگیریم. بنابراین ایده بی رو وقتی مطالعه میکنی میبینیم همین حرف رو داره میزنه، داره همین کار رو میکنه، میگه ان منها یکتا و کا منها یکتا به اضافه اون یه دونه. اون یه دونه چیه؟ تساوی آن و بی کا. کدوم بی کا؟ آخرین بیکا، بزرگترین کایی که بیکا با آن برابره. ایده درستیه، بنابراین هر دو ایده درستن، الف و ب هر دو برقرارن، گزینه سه درسته. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی مسئله معروفی از اون مسئله که آدم باید حفظ باشه. این مسئله در خیلی از رفرنس ها مطرح شده و باید حفظ باشه. کسی که در آزمون تستی میخواد شرکت کنه باید اینو بلد باشه. پیدا کردن آماره کاوم یا میانه یا مثلا سومین کوچکترین عنصر، پیدا کردن آماره های ترتیبی
هنگامی که ما ام تا لیست جدا جدا داشته باشیم، هر کدوم مرتب شده باشن، یه لیست مرتب، یه لیست مرتب دیگه، یه لیست مرتب دیگه، یه لیست مرتب دیگه، لازم نیست لیست ها طولشون برابر باشه. ولی حالا اگر مثلا اینجا آرایه دو بعدیه، یعنی ام تا لیست همشون طولشون انه، خب چه بهتر. ولی لازم نیست طول لیست ها برابر باشه. پیدا کردن میانه از ام تا لیست که هر کدوم جدا جدا مرتب هستن، زمان اجراش هست تعداد لیست ها ضرب در لوگاریتم تعداد کل عدد ها. الان ما اینجا ام تا لیست داریم چون هر سطری مرتب شده است و تعداد کل عدد ها در هر لیستی ان تا عدد، پس ام ان تا عدد داریم کلن، که بعد طبق ویژگی لوگاریتم میشه لوگاریتم ام به اضافه لوگاریتم ان. این مسئله تیپیک و معروفیه. مثلا برای دو تا لیست مرتب بارها این سوال تکرار شده، پیدا کردن میانه، دو تا لیست مرتب داشته باشیم، پیدا کردن میانه کل اعداد زمان اجرای روش کارآمدش چیه؟ دو تا لیست داریم، دو ان تا هم عدد داریم، برای این زمان اجراش میشه لوگ ان اگه ضرائب ثابت رو کنار بذارید. بریم مسئله بعدی. خب ببینید، در مورد پیدا کردن شار حداکثری، بزرگترین مشکلی که در زمان اجرای پیدا کردن شار حداکثری با روش فورد وجود داره اینه که ما برای اینکه به اف استار برسیم در هر گام یه مقداری جریان رو افزایش میدیم. خب در ریاضیات ممکنه شما بخواید به عدد معلومی مثل مثلا عدد 3 برسید، بعد از 0 شروع کنید، هر گامم یه مقداری افزایش بدید، مثلا از یه واحد افزایش بدید، دفعه بعد نیم واحد افزایش بدید، به 1.5 برسید، دفعه بعد 25 صدم افزایش بدید، دفعه بعد 125 هزارم افزایش بدید. من مدام میتونم افزایش بدم، بی نهایت بارم این کارو بکنم و هرگز به این عدد نرسم. این پیش میاد. بنابراین فورد فورکلسون در حالت کلی که ظرفیت یالها بتونه هر عدد حقیقی بشه، مثلا اعداد گنگ، خب ممکنه اصلا همگرا نشه به افستا، یعنی زمان اجراش بی نهایت بشه، هیچ وقت تموم نشه. این از این پله اول، یادتون باشه. گام بعدی یه خورده بهترش اینه که ما بدونیم که ظرفیت ها عدد صحیحه. خب اگه ظرفیت عدد صحیح باشه، خب دیگه نیم تا نیم تا و 25 صدام 25 صدام نمیشه دیگه. مثلا اگر اف استار 13ه، در هر گام لااقل یک واحد پیشروی میکنیم، برای این تعداد مراحل، تازه اگر یه قدم یه قدم جلو بیایم، به اندازه خود اف استار میشه حد اکثر. تعداد مراحل حد اکثر میشه اف استار، تعداد مراحل ها، کاری به زمان اجرا ندارم، در هر مرحله لااقل یه قدم جلو میایم، به شرط اینکه ظرفیت ها عدد صحیح مثبت باشه. حالا ظرفیت که باید مثبت باشه، حالا ظرفیت ها عدد صحیح باشه. خب حالا یه پله بهترش اینه که به ما خبر بدن که این یال ها ظرفیت همشون 5، همه یال ها ظرفیتشون 5. خب اگر اینطوری باشه، من میدونم که در هر مرحله ای وقتی از ظرفیت یه مسیر استفاده میکنم، لااقل 5 قدم جلو میام، لااقل 5 قدم و دیگه جلو میام. بنابراین اگر به اف استار بخوام برسم، تعداد مراحل اف استار 5 میشه. آره، حالا بریم سراغ این مسئله با این توضیحاتی که خدمتون دادم. در این مسئله ظرفیت تمام یالها برابر با 30. بنابراین من یه چیزی رو مطمئنم،
وقتی که مثلا یه مسیری پیدا میکنم ظرفیت همه یال ها سیه، پس من مقدار جریان رو روی این مسیر به اندازه 30 واحد میتونم افزایش بدم. پس هر بار 30 واحد میرم جلوتر. اینو مطمئنم. برای این تعداد مراحل میشه F star سیوم. این تعداد مراحله. خب حالا F star چیه؟ F star میدونید که گفتم هر کدوم از این برش ها رو بزنید F star از ظرفیت این برش ها نمیتونه بیشتر بشه. خب نمیتونه بیشتر بشه. حالا یه برشی اینجا هست که در موردش ما یه سری اطلاعاتی داریم. گفته که درجه خروجی S کا است. یعنی از S کا تا یال اومده بیرون. هر یالی هم که ظرفیتش 30 بود. برای این ظرفیت این برش لاعقل کا ضرب در 30ه. F استار از کا ضرب در 30 نمیتونه بیشتر بشه. اینم از این. حالا که F استار نمیتونه از کا ضرب در 30 بیشتر بشه، پس تعداد مراحل حد اکثر کا هست. حد اکثر در کا مرحله کار تموم میشه. این تا اینجای کار. تعداد مراحل حد اکثر کا مرحله. خب بعد بحث بعدی اینه که هر مرحله ای چقدر زمان میبره. هر مرحله ای شامل پیدا کردن یه مسیر از اسپتیه. پیدا کردن مسیر از اسپتی با بی اف اس قابل انجامه. مثلا اگر بی اف اس رو اجرا کنید مسیر از اسپتی رو پیدا میکنید، تازه کوتاه‌ترین مسیر رو هم پیدا میکنه. اگر ظرفیت ها یکسان باشه کوتاه‌ترین مسیر، حالا برای ما مهم نیست کوتاه‌ترین بشه یا نه، به هر حال با اجرای بی اف اس یا حتی دی اف اس میشه مسیری از اس به تی پیدا کرد. خب زمان اجرای بی اف اس یا دی اف اس ای به علاوه وی، تعداد یال ها به علاوه تعداد نوت ها. پس کا مرحله و در هر مرحله ای وی به علاوه ای. برای گزینه 4 درسته. امیدوارم که توضیحاتی که در کل ماجرا دادم براتون مفید باشه. فورد فولکرسون ممکنه هرگز به جواب نرسه. گام بعدی، اگر ظرفیت ها عدد صحیح باشه تعداد مراحل اف استار مرحله است، چون در هر مرحله لااقل یه قدم و جلو میریم. 2 و 3، اگر ظرفیت یال ها همشون حداقل 30 باشه، حالا لازم نیست همه هم مساوی 30 باشن، ظرفیت یال ها به من بگه حداقل 30ه، حداقل من مطمئنم هر بار لااقل 30 قدم جلو میام. 30 لازم نیست عدد صحیح باشه اینجاها، فقط من بگه ظرفیت ها حداقل 30ه، پس هر بار لااقل اون وقت تعداد مراحل حد اکثر اف استار 30 میشه. این راجع به تعداد مراحل. حالا فقط میمونه این که ما از طریقی بتونیم اف استار رو هم بفهمیم، که اینجا چون درجه خروجی اس رو داده و ظرفیت هر یال دقیقاً 30ه، من ظرفیت این برش رو فهمیدم، اف استار رو فهمیدم که حد اکثر چقدره و کار تموم شد. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی باز یکی از تمرینات 600 من توی 600 مسئله این تمرین رو دیدم و میگه که ببینید بچه ها، بیاید حالا یه معما برای خودمون طرح کنیم. مثلا من اینجا به شما 9 تا نقطه دادم. خب 9 تا نقطه رو محور ایکس ها بهتون میگم این 9 تا نقطه رو رنگامیزی کن طوری که یه شرطی داشته باشه. بعد که رنگامیزی تموم شد، من دست رو هر بازه‌ای که میذارم، این بازه، این بازه، از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، دست رو هر قسمتی که میذارم، هر بازه‌ای که این نقطه ها توش بیفتن، یک نقطه با رنگ منحصر به فرد وجود داشته باشه. خب برای شروع میگیم که خیلی خب در این بازه باید یک نقطه وجود داشته باشه که رنگ منحصر به فرد داره، رنگی که فقط مال خودشه. طبق معمول به تجربه من و شما میدونیم که اون بهتر نقطه وسط اون ویژگی رو داشته باشه تا مسئله رو بشکنه به دو تا زیر مسئله. خب پس من رنگ قرمز رو اینجا استفاده میکنم
و به خودم قول میدم دیگه رنگ قرمز استفاده نکنم. خیلی خوب، پس یک رنگ استفاده کردیم. و حالا در ادامه یه نکته پیش میاد، چون ما دیگه از قرمز استفاده نمی کنیم، برای بازه هایی که از اینجا شروع اینجا تموم بشن یا بازه هایی که از اینجا شروع بشن تا اینجا مشکلی نداره، اون رنگ قرمز تنهاست، هیچ کس دیگه قرمز نیست. میمونه بازه هایی که در چپ یا در راست قرار میگیرن. مثلا برای این با در این محدودم باید مسئله رعایت بشه، در این محدودم باید شرط مسئله رعایت بشه، یعنی یه نقطه ای با رنگ خاص بود. خب من دیگه به بقیهش فکر نمی کنم، میگم ببین چی شد، من با یک رنگ خرج کردم، تعداد نودهایی که حالا باید روشون فکر کنم شد از انتا یه دونه کم کن نصف کن، شد این. پس یه دونه رنگ، یه رنگ خرج کردم، در ادامه مسئله تبدیل شد به همین مسئله ولی برای n منها یک دوم گره. پس تعداد رنگ ها برای انتا گره برابر است با یک به علاوه تعداد رنگ ها برای نیمه سمت راست یا نیمه سمت چپ. حالا یه مسئله، هر وقت ما یه مسئله رو به زیر مسئله ها میشکنیم یه مشکلی رو باید حل کنیم. اینجا دو تا زیر مسئله داریم. خب من باید بگم دو تا تی n من یک دوم یا فقط یکیشو بنویسم کافیه. اگر مثلا مرتب سازی بود مثل کویک سورت، هم باید اینها مرتب می شدن هم باید اینها مرتب می شدن، یعنی دو تا هر دو باید جدا جدا حل می شد. ولی الان من و شما میتونیم یه کاری کنیم، بگیم که ببین اگر مثلا برای اینجا با سه رنگ بشه کار رو تموم کرد، همون سه تا رنگ رو اینجا میشه استفاده کرد دیگه، لازم نیست رنگ جدید باز به کار ببری که. بنابراین مثلا اگر من اینجا یه رنگ آبی برای این استفاده میکنم، همون رنگ آبی رو اینجا هم استفاده میکنم، چه اشکال داره؟ به خاطر اینکه اگر بازه‌ای که در نظر گرفته خیلی بزرگ باشه که میگم اینها این اون رنگ تنهایی که میخواستی، اگرم این بازش فقط بیاد تو چپ و راست، میگم اینجا همین رنگ آبی تنهاست، اینجا رو میخوای این رنگ آبی تنهاست، لازم نیست از مثلا رنگ جدید برای نیمی سمت چپ استفاده کنیم. بنابراین همین یه دونه تی ان دوم کافیه، دوتا لازم نیست بشه. به این ترتیب ما رابطه بازگشتی برای این مسئله به دست میاریم. خب حالا گفته که برای 1397 نقطه چند تا رنگ لازمت میشه. خب دیگه با این رابطه بازگشتی جواب معلومه، تقریبا لوگاریتمه دیگه. یعنی وقتی که میگیم تی ان مساوی یک به علاوه تی ان منها یک دوم، این یعنی تقریبا یک به اضافه تی ان دوم، این یعنی تی ان تقریبا باید در حد لوگ ان باشه و بین گزینه ها 11ه. دقیق ترش رو اگر کسی بخواد بعد با این رابطه بازگشتی بشینه حساب کنه، ولی دیگه جواب مشخصه، لوگاریتم 1397 میشه 11 تقریبا. اینم از این. دقیقش هم بخوایم حساب میکنیم ما، یعنی برای دو تا نقطه چند تا، پس برای چهار تا نقطه چند تا، پس برای هشت تا 1397 رو حساب میکنیم. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی یه سری مشکل، فکر کنم کلیدش مشکل داشت، فکر کنم. ببینید جستجو در بی تری، موقعی وقتی میخوایم زمان اجرای جستجو رو بگیم، منظور اینه که حد اکثر زمان رو بگیم دیگه. کلا وقتی میگن زمان اجرا، منظورشون حد اکثر زمان اجراست، یعنی همیشه به طور متوسط معمول اینه. در یک بی تری اگر میخوایم بیشترین هزینه برای بیشترین زمان جستجو به دست بیاد، باید از بیتری که بیشترین ارتفاع رو داره استفاده کنیم. برای اینکه بیشترین ارتفاع ممکن به دست بیاد، باید از کمترین ظرفیت گره ها استفاده کنیم. چون در یک بیتری میدونید که
در این نود مثلا شما میتونید تی منها یک کلید درج کنید، میتونید دو تی منها یک کلید درج کنید، مثلا اگر از خیلی از ظرفیت زیاد استفاده کنید خب کلیدها زود تموم میشن، ارتفاع درخت کمتر میشه. خیلی خب، ما از حداقل ظرفیت ها استفاده میکنیم. یه نکته دیگه هم که یادآوری میکنم اینه که مثلا وقتی از این نود در داخلش سه تا کلید درج میکنید، یعنی فاکتور انشعابش 4ه، 4 تا اشارهگر داره به 4 تا فرزند. اینو دقت کنید. حالا طبق صورت سوال فاکتور انشعاب در مثال ما میتونه لوگ n باشه تا 2 تا لوگ n. ما از ظرفیت کم میخوایم استفاده کنیم، پس این به درد ما نمیخوره، ما از این باید اینو در نظر میگیریم. یعنی من در تصور میکنم در داخل هر نود میانی لوگاریتم n منهای یک کلید درج شده، در نتیجه لوگ n تا فرزند داره، درجهش اینه. خیلی خوب، این تا اینجا. بنابراین همونطور که حالا این شکل رو از CLRS برداشتم دیگه، این میشه اون بیتری که بیشترین ارتفاع ممکن رو داره و حداقل ظرفیت ها ازش درش استفاده شده. خب فاکتور انشعاب یعنی تعداد فرزندان اینها میشه تی، یعنی تی حالا تو سوال ما لوگ انه. خب منتها ریشه داستانش فرق داره. اگر میخوای از کمترین ظرفیت ریشه استفاده کنی در بیتری، باید در داخل ریشه فقط یک کلید درج کنی. ریشه دو تا فرزند داره فقط. بسیار خوب، حالا در داخل چنین درختی میخوایم ارتفاع رو با هم حساب بکنیم. قبل از اینکه ارتفاع رو حساب بکنیم به این دقت کنید که تعداد برگ، چون اینجا تو صورت سوال تعداد برگ ها رو به ما داده، n تا برگ داریم، این n تعداد برگ هاست در این سوال. این سوال یه تفاوتی که با بقیه سوالات داره اینه که n تعداد کلید ها نیست، تعداد گره ها نیست، تعداد برگ هاست فقط. ارتباط بین تعداد برگ ها و ارتفاع درخت رو من و شما بلدیم. من میدونم که اگر ارتفاع کل اچه، پس ارتفاع این اچه منهای یکه، فاکتور انشعاب تیه، یعنی این ضرب در تی میشه، بعد دوباره ضرب در تی، ضرب در تی، پس اینجا تی به توان اچه منهای یک تا برگ داریم، این طرف هم تی به توان اچه منهای یک تا برگ داریم، برابر تعداد کل برگ ها میشه دو تا تی به توان اچمن های یک. از طرفی طراح سوال گفته که تعداد برگ ها اینه، بنابراین این مساوی هست با دو تا تی به توان اچمن های یک. اگر از طرف این لوگاریتم بگیرید در مبنای دو، حالا چرا مبنای دو میگیرم؟ چون گزینه ها مبنای دو هن، لوگ ها همه مبنای دو هن. اگر از طرف لوگاریتم بگیرید لوگ n مساوی میشه با لوگاریتم دو که میشه یک، اچ منها یک تا لوگاریتم t. از اینجا شما اچ رو میتونید به دست بیارید، یعنی ارتفاع درخت رو میتونید به دست بیارید. میبینید که ارتفاع تقریبا از مرتبه لوگ n تقسیم بر لوگ t، لوگاریتم n تقسیم بر لوگاریتم t. خیلی خوب، ارتفاع حد اکثر ارتفاع رو فهمیدم در این بیتری. بعد که حد اکثر، چرا اینقدر دنبال ارتفاع میگشتیم؟ چون من و شما میدونیم که هزینه جستجو در یک درخت بیتری، هزینه جستجو میشه تی ضرب در اچ. میدونید که مثلا وقتی میخواد، اگر این درخت جستجوی دو دویی بود، مثلا در هر کدوم از اینجاها یک کلید فقط داشتیم، وقتی جستجو میکردیم مثلا اینو نگاه میکردیم یا ازش کوچیکتره یا بزرگتر، بعد میومدیم اینو نگاه میکردیم یا ازش کوچیکتره یا بزرگتر، اینو نگاه میکردیم، بعد میدید که به اندازه ارتفاع درخت شما مقایسه کردید. یعنی جستجو در یک درخت جستجوی دو دویی او اچه، ارتفاع درخت. ولی فالا بیتری فرقش اینه که اینجا با یک مقایسه کار تموم نمیشه، میاد اینجا، اینجا یک لیست پیوندی در انتظار شماست که طولش تیه،
شما این تی تا دونه رو احتمالاً مجبور میشید نگاه کنید دونه دونه، بعد میرید گره، بعدی اونجا هم یه لیست پیوندی به طول تی منتظرتونه. پس درسته که H ولی در هر کدوم هم T، پس میشه H ضرب در T. خیلی خوب، این از این هزینه جستجو. ما تا اینجا داشتیم سعی میکردیم که H رو حساب کنیم که فهمیدیم با این اطلاعاتی که طراح سوال داده H میشد شد لوگاریتم N بروی لوگاریتم T. لوگاریتم T، T یعنی فاکتور انشعاب، این قرار ضرب در T بشه. خب بعد به صورت سوال برمیگردیم ببینیم فاکتور انشعاب تو مثال ما چی بود. میگه فاکتور انشعاب لوگ انه، یعنی تیمون لوگ انه. خیلی خب، میریم جایگذاری میکنیم دیگه. پس تی مساوی لوگ انه، میشه لوگ ان ضرب در لوگ ان، این پایینن لوگاریتم لوگاریتم ان. بالا دو تا لوگ در هم ضرب میشن میشه لوگ به توان دو، پایین لوگاریتم لوگاریتم n. بنابراین گزینه 4 درسته. بریم مسئله بعدی، من یه نگاه کنم ببینم سوالی نداره. نه، بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی مسئله ساده درباره درخت پوشای کمینه. همونطور که میدونید پل‌ها، پل یعنی یال برشی، پل یعنی یالی که تنها مسیر بین دوتا نود باشد، پل یعنی یالی که در هیچ دوری شرکت ندارد. پل ها که به این چند روش میشه تعریفشون کرد قطعا در درخت MST حضور دارن، مجبوری انتخابشون، هر چند وزنش خیلی زیاد باشه، هر چند سنگین ترین یال باشه، مجبوری اونو برداری. حالا اینجا اسمشو گذاشته یال امن. گفته یک یال امن، یال میگیم که در هیچ دوری حضور نداشته باشه. خب یک یال امن با تعریف تراسال همون پله و باید قطعا در هر درخت پوشای کمینه‌ای قرار داشته باشه. این از یال امن. بعد در از هر دوری قطعا سنگین ترین یال رو حذف میکنیم، قطعا. بنابراین مثلا از این دور 3 هست میشه، از این دور 7 هست میشه، بنابراین که بهشون گفته یال خطرناک، سنگین ترین یال هر دور، اونها نمیتوانند عضو درخت پوشا باشند، پس درخت MST باشند. پس الف و ب هر دو درسته، گزینه 3. مسئله ساده ای بود. فقط یه نکته ای رو بگم بچه ها در مورد درخت پوشا، سنگین ترین یال هر دور هست میشه، اما ممکنه یک در این سوال نه، ولی در سوال چون جا یال وزن یال ها متمایز بود، اگر یک دور دو تا یال سنگین داشته باشه که هم وزن باشن، حداقل یکی از آنها هست میشود. اینو دقت کنید. بریم مسئله بعدی. یک گراف جهتدار داریم که بله، من اینو رو شک براتون توضیح بدم، یادم اومد سوالش چی بود. ببینید ما یک گراف جهتدار داریم مثل این گراف، مثلا فرض کنید مثل این گراف، بعد هر کدوم از رؤوس یک امتیازی دارن، یک یوتیلیتی، یه سودمندی دارن. من میخوام یه چیزی رو مشخص کنم، میخوام ببینم از این رأس رؤوسی که از اینجا قابل دسترس هستن کدومشون با ارزش ترینه. مثلا از 9 میشه به 4 رفت، میشه به اینجا اومد، میشه به اینجا اومد، میشه به اینجا اومد، میشه به اینجا اومد. من میخوام الگوریتم برای من اینجا کنار این 9 بنویسه که رأس X، یعنی اون رأسی که از این قابل دسترسه و بیشترین امتیازو داره، یا عدد 10 رو بنویسه کنارش، بیشترین امتیازی که از این رأس میتوان به آن رسید. یا مثلا در مورد این نود، مثلا این نودو اگر در نظر بگیری این اینجوریه، فقط بیشترین امتیازی که از اینجا میشه بهش رسید امتیاز 5 مربوط به این گره هست. اینجا بنویسیم Y. برای هر گره میخوایم
با ارزش ترین گرهی که قابل دسترس هست مشخص بشه. برای تمام گره ها میخوام این اتفاق بیفته. زمان اجرای الگوریتمی که این کار رو میکنه چقدره؟ خب همونطور که میدونید الگوریتم هایی که به دسترسی، خب گوش به دسترسی، دسترسی یعنی که فلان گره در مؤلفه همبند من قرار داره یا نه، در مؤلفه همبند ضعیف من قرار داره یا نه. مثلا سه، اگر در سه باشی فقط به پنج دسترسی داری، اگر در شیش باشی به این سه تا دسترسی داری. نه، هر مسئله که یه جورایی به دسترسی مربوطه، اینو ما تجربه میگم، قانون نیست، به DFS ربط داره، به اجرای الگوریتم DFS ربط داره. مثلا در این مثال من کاری که میکنم اینه که اول یه مقدار زمان میذارم جهت یالها رو عوض میکنم، به خاطر اینکه میخوام این 10 تکثیر بشه توی بقیه، نمیخوام 9 تکثیر بشه توی بقیه. بعد این اول جهت یالها رو عوض میکنم. چقدر زمان میبره این کار؟ به اندازه یالها. پس اول به اندازه یالها زمان میذارم، جهت یالها رو عوض میکنم. این از این. میرسم به این. بعد اولین نودی که حق داره پخش بشه اونیه که بیشترین سودو داشت. پس ماکسیموم میگیرم بین نودها، بین تمام نودها ماکسیموم میگیرم. چقدر زمان میخواد که ماکسیموم به دست بیاری؟ به اندازه V. این از این. ماکسیموم به دست میاد. خب بعد که ماکسیموم به دست اومد، مثلا ماکسیموم این نود هست، این نود ماکسیموم داره. بعد حالا اسم این نود هرچی که هست، مثلا اسم این نود W10 W1، من نمیدونم هرچی که هست، از این نود DFS رو شروع میکنم. تمام نودهایی که بهشون رسیدم و ملاقات شدن کنارشون عدد 10 رو مینویسم، یا اسم این نود رو کنار اونها مینویسم. پس اجرای DFS از اینجا شروع میکنم به جستجوی عمق نخست. اینجا کنار این یه عدد 10 مینویسم، اینجا کنارش 10 مینویسم، میام اینجا 10 مینویسم، میام اینجا 10 مینویسم. خب این از این. اینجا پیمایش DFS تموم میشه و برمیگرده و به بنبست میخوره دیگه، نمیشه بیشتر از این نمیشه. میدونید که خوبی DFS اینه که وقتی که کارش تموم میشه، از این نود خارج میشه، اگر هنوز نودها تموم نشدن، خودش میره از یه نود دیگه شروع میکنه، که ما البته اینجا بهش میگیم که دوباره ماکسیموم بگیر، بین گره هایی که باقی موندن دوباره ماکسیموم بگیر. خب بعد از 5 شروع میکنه و دیگه اینجا کار تموم میشه. کل زمان اجرای این کار، زمان اجرای DFS رو کل یک گراف، V به علاوه E. بله، این در کل زمان خطی لازمه بچه ها. یعنی حالا N به اضافه M، گزینه 1. اینجا وقتی که راجع به یک مسئله توضیح میدیم، ممکنه وقتی شروع به کد نویسی میکنید جزئیاتی لازم باشه، ولی ایده حاکم بر مسئله رو من توضیح دادم. بریم سوال بعدی. خب اینم بچه ها مسئله معروفیه، بارها و بارها در آزمونهای ارشد یا دکترا تکرار شده، مسئله نویز. شما یه درخت جستجوی دودویی رو قبلن ساخته بودید. یه درخت جستجوی دودویی لزوماً متوازن نیست، ارتفاعش حد اکثر اینه. خب یه درخت جستجوی این بیستیه، بعد دچار نویز شده، بعضی از کلیدها تغییر کردن، مثلا این تغییر کرده، این تغییر کرده، نمیدونیم کدوماش، بعضیاش تغییر کرده. حالا خب معلومه خراب میشه دیگه، BST بودنش خراب میشه دیگه. مثلا قبلا این 5 بوده، این ازش کوچیکتر بوده، این ازش بزرگتر بوده، اینطوری. حالا دچار نویز شده، شاید این به هم ریخته الان، شاید این الان از پدرش بزرگتره. خب ما میخوایم با یه سری جابجایی پدر و فرزند این مشکلات رو برطرف کنیم، دوباره BST داشته باشیم.
حد اکثر چقدر جابجایی لازمه؟ خب جواب مسئله نویز در حالت کلی اینه، تعداد گره هایی که دچار نویز شدن اگر بهت گفته شده بنویس، اگر نگفتن باید حد اکثر رو در نظر بگیری، باید تصور کنی تمام نودها دچار نویز شدن. پس تعداد گره های دچار نویز ضرب در ارتفاع درختت. ارتفاع درختت اگر گفت فقط گفته درخت جستجوی دودوییه، ارتفاع درخت به N ممکنه، حد اکثر او N. اگر گفته نه درخت AVL بوده یا درخت قرمز سیاه بوده، اگر اینجوریه ارتفاع لوگ N. اینا رو یادتون باشه. پس من فرمولش رو کلا نگفتم. الان تو مسئله من تعداد گره هایی که دوچار نویز شدن نگفته، گفته برخی از گره ها. خب پس من N رو در نظر میگیرم. ارتفاع درختم گفته درخت لزوماً متوازن نیست، پس من N رو در نظر میگیرم برای ارتفاع. پس گزینه 2 درست میشه. اگر AVL بود N log N درست میشد، گزینه 3. مسئله بعدی هم که دیگه همه با ساختمان داده تریپ آشنا هستید. ساختمان داده تریپ کلیدهاش معمولاً از 2 تا مؤلفه تشکیل شده، بر اساس یکی از مؤلفه ها هرم قرار تشکیل بشه، بر اساس یکی دیگه درخت جستجوی دودویی تشکیل بشه. میدونید که من نگاه میکنم ببینم کدوم مؤلفه هرمیه. اول گفته مؤلفه اول هرم، مؤلفه دوم درخت BST. خیلی خوب، اون مؤلفه ای که هرمیه اولویت درج رو تعیین میکنه و مؤلفه دوم که دیگه هنگام درج بهش نگاه میکنیم. من بر اساس مؤلفه های اول اولویت درج مشخص میکنم. چون قرار هرم کمینه باشه، اولویت از کوچک به بزرگ بهشون میدم، اولویت از کوچک به بزرگ. بنابراین من اول میام میگم که اول این درج بشه، بعد این، بعد این، بعد این، بر اساس عددها، بر اساس مؤلفه اول اولویت درج مشخص میکنم. بعد که اولویت درج مشخص کردم دیگه کار درج رو انجام میدم. هنگام درج دیگه حواست به اینایی باشه که قرار درخت جستجو بسازن، درخت BST بسازن. F اومده درج شده، بعد B قبل از F قرار داره، ترتیب حروف انگلیسی، G بعد از F قرار داره، C قبل از F ولی بعد از B قرار داره، و به همین ترتیب درجا انجام دادم به این درخت رسیدم. تریپ منحصر به فرده، یعنی اگر طراح سوال پرسیده بود چند تا ساختمان داده با این ویژگی ها وجود داره، من میگفتم فقط یه دونه، ولی ارتفاعش پرسیده، ارتفاعش 4. و اینم از این. یادتون باشه تریپ یه دونه است فقط منحصر به فرده. برای این کلیدها دو شکل تریپ نمیشه پیدا کرد، فقط یه دونه میشه پیدا کرد. مسئله بعدی، این مسئله هم کلید اولیش ایراد داشت که کلیدش رو اصلاح کردن. کلید اولیش فکر میکنم گزینه 3 بود که اشتباه بود، گزینه 4 جوابشه. اگر ما میخوایم روی گراف با انترس، وقتی از یه رأس مشخص شروع میکنیم، گره هایی که با پیمایش BFS ملاقات میکنیم و گره هایی که در پیمایش DFS ملاقات میکنیم یکسان باشه ترتیب ملاقات ها، اون گراف باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ خب این گراف، خیلی گراف ها این شرط رو دارن. مثلا ستاره ای میتونه باشه، بله، ستاره ای، ستاره گون، یعنی یه اسی داریم بعد به این صورت، حالا نود اولویت ها 1, 2, 3, 4 باشه. الان پیمایش BFS اول از اس میاد 1 رو میبینه، بعد 2 رو میبینه، بعد 3، بعد 4. DFS هم فرق نمیکنه چون مجبور برگرده دیگه، 1 رو میبینه برمیگرده، 2 رو میبینه برمیگرده، 3 رو میبینه، مثل هم شد. در یک مسیر ساده هم این اتفاق میفته،
چه DFS چه BFS راهی ندارن جز این که همین مسیر رو بپیمایند. در یک گراف کامل هم این اتفاق میفته. بابت گزینه‌های 4 درسته. تعداد یال‌ها میتواند بیشتر از n log n باشد. آره، مثلا این تعداد یال‌هاش تتای n، این یکی تعداد یال‌هاش تتای، اینا درختن دیگه. اما این یکی تعداد یال‌هاش n2. بنابراین گزینه 4 درسته. هرچند گزینه خوبی، یعنی قشنگ نیست خیلی. تراسال فکر میکرده گزینه 3، یعنی حواسش فقط به ستاره‌ای و در مسیر بوده. آره. مسئله بعدی بچه ها ببینید، اگر در مسئله پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین هر جفت از گره ها، در مورد مسئله کوتاه‌ترین مسیر بین هر جفت از گره ها، میدونیم که یال با وزن منفی به خودی خودش اشکالی ایجاد نمی‌کنه، ولی دور با وزن منفی اشکال ایجاد می‌کنه. اگر یه دور با وزن منفی داشته باشیم، مثلا منفی 10، 2 و 3، اون وقت کوتاه‌ترین مسیر از U به V اصلا بی‌معنا میشه، وجود نداره دیگه. به خاطر اینکه من میتونم بیام اینجا یه دور بزنم بعد بیام به V، یا دو دور بزنم بعد بیام به V، یا 100 تا دور بزنم بیام به V. هرچی بیشتر دور بزنم هزینه‌ام کمتر میشه، چون که وزن این دور منفیه. پس کوتاه‌ترین مسیر یعنی کم هزینه‌ترین مسیر بی‌معنا شد الان. خب اگر برای اینکه این مشکل رو برطرف کنیم، شرط بذاریم که آقا از رأس تکراری حق نداری عبور کنی، خب حالا مسئله با معنا میشه، ولی امپی هارد میشه. یعنی از یو بیا به وی بعد حق نداری از این نوع دوبار عبور کنی، حالا دیگه مسئله با معنا میشه، یعنی دیگه کسی نمیتونه روی دور با وزن منفی دور بزنه. ولی چون دور با وزن منفی وجود داره، دیگه ما الگوریتم های معروفمون رو از دست میدیم و اثباتش به این سادگی نیست. ولی خب بدونید که مسئله امپی هارد میشه، اثباتش چیزی نیست که تو 2-3 دقیقه بشه گفت. یه نکته دیگه که درباره مسئله مسیرها وجود داره، مسئله طولانی ترین مسیر هم میدونید که اونم MP complete، یعنی مسئله پی نیست، از عدد چند جمله ای نیست. آره، طولانی ترین مسیر بین دو تا گره و مسئله ساده ای نیست. خب مسئله بعدی باز از اون مسئله تیپی که چند تا فایل داریم، فایل F1 اندازش اینقدر، فایل بنز F، فایل F2، فایل اینا، این فایل ها به طور متوالی کنار هم دیگه روی هم ذخیره شده، روی نوار ذخیره شدن. فایل بعدی از اینجا تا اینجا ذخیره شده، فایل الی آخر. الان همین سه تا فایل F1 F2 F3 رو در نظر بگیرید. اگر من بخوام، حالا اینجا چون قبلا نوشتم بذار رو شکلشون تو بدم، مثلا 5 تا فایل رو در نظر بگیرید، اگر من بخوام تمام این فایل ها رو دونه به دونه بخونم، مثلا هر کدوم رو یه بار صدا بزنم بخونم، وقتی که فایل F1 رو میخوام بخونم، خب معلومه به اندازه طول F1 هزینه میشه، یعنی تا اینجا باید جلو بیام. وقتی که فایل F2 رو میخوام بخونم، روی نوار ذخیره شده دیگه، مجبورم بیام اینجا تا اینجا، یعنی به اندازه طول F1 به علاوه طول F2 هزینه میشه. وقتی فایل سوم رو میخوام بخونم، دوباره بعد F1 F2 F3 به اندازه طول F1 به علاوه طول F2 به علاوه طول F3 هزینه میشه. خب بنابراین مجموع هزینه ها رو وقتی حساب میکنیم، میبینیم که F1 رو 3 بار بعد در نظر بگیریم تو هزینه هامون، 3 بار F1 ظاهر میشه، F2 2 بار ظاهر میشه، F3 آخری فقط یه بار ظاهر میشه. پس اگر من زرنگ باشم،
اف سی رو که فقط یک بار در مجموع هزینه ها سر و کلش پیدا میشه، طولانی ترین فایلمو میذارم اونجا، چون اون ببخشید آره طولانی ترین فایلمو میذارم اونجا. F1ی که مدام باهاش درگیرم رو نمیام یه فایل بزرگ رو بذارم اینجا، چون اینو باید مدام حساب کنم. پس میام فایل ها رو با یک روش حریصانه به این ترتیب که کوچکترین فایل اول قرار بگیره، فایل بعدی پشت سرش قرار بگیره، اینطوری میچینم روی نوار و این روش حریصانه همیشه جواب بهینه به من میده، بهترین کاریه که میشه کرد برای هر تعداد از فایل ها. پس گزینه 4 درسته. در واقع شبیه هافمن میشه. اونجا هم ما میگیم که اونی که فراوانیش زیاده، مثلا 5 بار F1، اونی که فراوانیش زیاده یه کاری کن لااقل خودش کوچیک باشه، و یعنی مثلا اینجا بذارش، اونی که فراوانیش زیاده بذارش اینجا که یک رقمی بشه، اونی که فراوانیش کمه اونا رو ببر تو عمق پایین تر، اشکال نداره طولانی بشن. پس روش حدیثانه اینجا جواب میده برای هر تعداد از گره ها. مسئله بعدی هم بچه ها دوباره یه مسئله معروفه درباره مرتب سازی. این مسئله معروف آدم هرچی بیشتر دیده باشه خب راحت تره، نخواد فکر کنه. یکی از مسائل معروف در مرتب سازی اینه، اگر یه لیستی تا اندازه ای مرتب باشه، اینا اصطلاحات هن، حالا تقریبا مرتب داریم، تا اندازه ای مرتب داریم. اگر یه لیستی تقریبا مرتب باشه، توضیح دادم خدمتون، مثلا فقط 3 تا 4 تا عدد سر جاشون نیستن، اونجا از روش درجی استفاده میکنیم و در زمان ON میشه کارو تمام کرد. اگر یه لیستی تا اندازه‌ای مرتبه، یعنی تقریبا همه سر جای خودشونن بجز M تا عنصر، نمیدونیم کدوم M، میدونیم تعداد اونایی که سر جاشون نیستن M تاست، اینو میدونیم، ولی نمیدونیم کدوما. زمان اجرا، زمان مرتب سازی چنین لیستی برابر است با، فرمول داره، N به علاوه FM. N که تعداد کل عدد هاتونه و از این N از اونجا به دست میاد که در پایان الگوریتم یه لیست به طول NMN های M دارید، یه لیست مرتب شده به طول M دارید، اینا رو با هم دیگه ادغام میکنیم، این N از اونجا میاد، مجموع این دوتاست. حالا مهم نیست، میشه N به علاوه FM، زمان مرتب کردن یه لیست به طول M فقط. حالا اگر ما مثلا عددها دلخوا باشن، از روش درجی یا روش های مقایسه ای استفاده کرده باشیم، این حد اکثر میتونه M2 باشه. و بعد شما میتونید تصور کنید که حد اکثر N به علاوه M2. اگر از روش های بهتر استفاده کرده باشیم، M log M هم میتونه به دست اومده باشه. حالا مثلا تو این مسئله ما یه لیستی داریم که همه عناصرش بجز این تعداد از عناصر مرتبن، سر جای خودشونن. خب زمان اجرا N به علاوه F ریشه 4 N. خب این بچه ها ریشه 4 N حتی اگر از بدترین روش ها برای مرتب سازیش استفاده کرده باشید، میشه ریشه 4 N به توان 2، بازم به میشه N بله رادیکال N، و بازم همون O N مهمه، یعنی بین N و رادیکال N همون N مهمه. ولی اگر اینجا به جای ریشه 4 N مثلا N به روی لوگ N گفته بود، خب اون وقت مهم میشد N به روی لوگ N به توان 2، از خود N درجهش سرعت رشدش بیشتر میشد. مسئله بعدی، همونطور که میدونید هر وقت من و شما پیمایش های پیش ترتیب و پس ترتیب رو داشته باشیم ولی پیمایش میان ترتیب رو نداشته باشیم، چپ و راست رو بعضی وقتا نمیتونیم تعیین کنیم. این یه نکته.
اگر پیمایش میان ترتیب رو داشته باشیم با هر کدوم از اینها، درخت رو به شکل کاملا منحصر به فردی میتونیم رسم کنیم، منحصر به فرد. ولی وقتی پیمایش پیش ترتیب داریم و پس ترتیب، میشه رسم کرد درخت رو، ولی درخت یگانه ای شاید به دست نیاد. بعضی وقتا که تک فرزنده یه گره، نمیتونیم بفهمیم فرزندش در سمت چپ قرار داره یا در سمت راست قرار، اینو نمیتونیم بفهمیم. خب حالا در اینجا طراح سوال گفته همونطور که میدونید اگر مثل یک هرم رفتار کنیم، این گره که در اندیس آی قرار داره، فرزندان چپ و راستش توی یک آرایه میرن در اندیس های دو آی و دو آی به اضافه یک درج میشن. یک کاری کنید که خیلی از خونه های این آرایه بدون استفاده بمونه. هرچی اندیس های بزرگتری لازمم بشه، لیست بزرگتری لازمم میشه و اون وقت تعداد خونه های بلا استفاده بیشتر میشه. بنابراین من هر وقت در رسم این درخت خواستم یک گره رو در چپ یا در راست قرار بدم، سمت راست رو انتخاب میکنم که اندیس بزرگتری لازمم بشه. اینم از کل نکته این سوال. خب حالا شروع کنیم به رسم این درخت. الان توضیح میدم دوباره. ببینید در ساختار، وقتی که بین یه درخت دودویی و یک آرایه میخوان ارتباط برقرار کنن، مثلا فرض کن این یه درخت دودویی باشه، این یه درخت دودویی باشه، اگر به من بگی که این درخت دودویی در یک آرایه قرار داره، در واقع عناصرش یک آرایه تشکیل میدن، این یعنی این که مثل هرم ها اگر این کلید این در خونه شماره یکه، این در خونه شماره دوه، این شماره سه است، این شماره چاره، این شماره پنجه، شماره شیش خالی مونده، شماره هفت خالی مونده، شماره هشت خالی مونده، شماره نو خالی مونده، شماره ده، شماره یازده. وقتی میگن یه درخت جستجو در به شکل لیست پیاده سازی شده، به شکل آرایه پیاده، یعنی این. بعد این به زبان ریاضی چجوری بیان میشه؟ به زبان ریاضی اینطوری بیان میشه: اگر یک گرهی در خانه شماره دو قرار داره، در خانه شماره آی یعنی دو، فرزند چپ و فرزند راستش در دو آی و دو آی به اضافه یک قرار دارن، مثلا خودش که اینجا هست در خانه شماره دو هست، این خانه شماره چار و خانه شماره پنج فرزندان ایشون هستن، دو آی و دو آی به اضافه یک. اگر پدر در آدرس آیوم قرار داره، فرزندانش در آدرس دو آی و دو آی به اضافه یک قرار میگیرن، اتفاقی که برای هرم ها میفته. درست شد؟ این از پس برای سوال 14 گفتید، نفهمی چی شد، حالا اونو برمیگردم بهش. خب من اینجا برای اینکه اندیس های بزرگتر لازمم بشه، شروع میکنم به ساخت درخت و هر وقت بین چپ و راست موندم، فرزند چپ رو انتخاب میکنم تا اندیس های بزرگتر لازم بشه. خب شروع میکنیم به ساخت این درخت. پیش ترتیب ریشه رو قبل از همه داره، پس ترتیب ریشه رو بعد از همه داره. پس آ ریشه است، این از آ. بعد شروع به باکس بندی میکنیم. اول یه دونه با یه دونه میبینیم نه جور نیست، باکسمون جور نیست، این دوتا رو میگیریم، با این دوتا میبینیم آها حالا باکسمون جور شد، بی و سی بی و سی، حالا باکس بندیمون اینجا جواب میده. معلومه که همه این چارتا در یک طرف قرار دارن و اون دوتا در یه طرف دیگه قرار دارن. خیلی خوب، این از این. پس آ ریشه است، بی و سی در یه سمت قرار دارن،
و اون چارتای دیگه در این سمت دیگه قرار دارن. حالا بی و سی که به هر حال دو تا نود هستن و خلاصه یه کاری برای خودشون میکنن، اون معلومه اون قسمت خیلی مهم نیست. برای ما این قسمت سمت چپ خیلی مهمه که تا کجا پیش میاد. ولی به هر حال دقت کنید میبینید که به هر حال بی ریشه است، سی هم یکی از فرزندانشه. خب این از این، بی ریشه است، حالا سی هم یا چپ یا راسته، مثلا من سمت چپ قرارش میدم. اون طرف خیلی مهم نیست چه اتفاقی میفته. این طرف در سمت راست، بیایم سراغ این چهار تا نود D E F G F G E D، این قسمت این باکس دوباره در پیش ترتیب ریشه قبل از همه است، در پس ترتیب ریشه بعد از همه است. ببین دی ریشه است. باکس بندی رو شروع می کنم. این یه دونه با این یه دونه جور نیست. E و F، F و G جور نیستن. مجبورم هر ستا رو بگم در یه باکس قرار دارن. این یعنی این که یا زیر درخت چپ ندارم یا زیر درخت راست ندارم. خب من سوء استفاده میکنم دیگه، چون میخوام اندیس بزرگتر لازمم بشه اینا رو میبرم در زیر درخت سمت راست قرار میدم. این باکس زیر درخت سمت راست از نظر من. خب حالا ای ریشه است، ای ریشه است، ای ریشه است. خیلی خوب، باکس بندی رو شروع می کنم. اف با اف جوره، جی هم با جی جوره. خیلی خوب، پس اینجا دیگه اتفاق خاصی نمی افته. ای ریشه است، اف فرزند چپه، جی هم فرزند راست. اف جی. خیلی خوب، حالا دیگه بقیه شکل درخت که به دست اومد دیگه من و شما می دونیم که این خونه شماره یک رو اشغال میکنه، این شماره دو، شماره سه، شماره چهار خالی میمونه، شماره پنج، شماره شیش خالی میمونه، شماره هفت، هشت و نه خالی میمونن، ده و یازده خالی میمونن، بعد به همین ترتیب تا برسیم به جی. من دیگه حالا شکلش رو اینجا، هم شکل درخت رو و هم شکل آرایه‌ای که مورد نیاز ما هست رو اینجا رسم کردم. جی در آدرس شماره 15 قرار میگیره و خیلی از خونه ها خالی میمونن. 15 تا آدرس داریم، 7 تاش پر شده توسط این 7 تا کلید، بقیهش خالی مونده و به این حد اکثر 8 تا خونه خالی خواهیم داشت که بلا استفادن. در مسئله قبلی عرض کردم هر وقت اینو به طور کلی به خاطر بسپرید، به طور کلی اگر یه آرایه شامل n تا عنصر دارید، ام تاش در جای خود قرار ندارد، بقیهش رو میدونید که مرتبه. زمان اجرای مرتب سازی چون این آرایه‌ای ان به علاوه اف ام است. اف ام یعنی چی؟ به هر حال شما یه الگوریتمی برای مرتب سازی اون ام تا باید استفاده کنید. اگر از روش درجی حبابی انتخابی استفاده کنید، اف ام از مرتبه ام به توان دوه. اگر طراح سوال تاکید کرده باشه که در حل این مسئله حتما از روش ادغام استفاده کن، خب اف ام ام لوگ ام، زمان اجرای ادغام رو در نظر بگیر. من اینجا اف ام رو ننوشتم به خاطر اینکه میگم طراح سوال اگر شرطی جلو پات گذاشت تام رعایت کن. FM یعنی زمان لازم برای مرتب سازی لیستی به طول M که من و شما میدونیم حد اکثر M2ه تو همه روش ها، حد اکثر M2ه. این از این. خب حالا من و شما تو مسئلمون Mمون ریشه چارم N بود، M ما اینه، این تعداد از عددها مرتب نیستن، بقیه شون مرتبن. پس جواب من و شما به این مسئله اینه، n به علاوه f تعداد عددهایی که مرتب نیستن ریشه چارم. خب بعد f ریشه چارم n گفتیم f m حد اکثر m به توان دوه. ریشه چهارم n رو به توان دو برسونی تازه میشه رادیکال n، تازه میشه ریشه دوم n. بعد اینجا n به علاوه رادیکال n دارید. بین این دوتا طبق قانون جذب بزرگی مهمه، n به توان یک سرعت رشدش بیشتره، پس گزینه یک درست. بعد اینجا یه چیز شفاهی گفتم، گفتم حالا حواست باشه الان این ریشه چار عمدن تر سوال ریشه چارم نوشته بود،
که وقتی به توان دو هم میرسه بازم زورش به n به توان یک نرسه. ولی حالا اگر مقدارش یه خورده بیشتر بود، مثلا به جای ریشه چهارم n گفته بود n تقسیم بر لوگ n، اون وقت وقتی من اینو به توان دو برسونم، n به توان دو تقسیم بر لوگ به توان دو بعد به علاوه n، وقت زور این یکی بیشتره، اون وقت n باقی نمیموند، این یکی باقی میموند. اینو رعایت کنی، حواستون باشه. بعد بین n و fn باید ببینیم کدوم بزرگتره. خب مسئله بعدی، مسئله بعدی رو فکر کنم دیگه همتون بلدید و سریع توضیحی روش بدیم. این تمرین CLRS دیگه، یکی از تمرینات کتاب CLRS که یه ساختمان داده ای داریم از دو تا پشته تشکیل شده، درج در S1 انجام میشه، همیشه شما درج کنید میاد داخل S1 درج میشه، هر درجی OA1 همین. ولی هر وقت که استخراج میخواید پاپ میکنید چیزی رو، از S2 باید برداشته بشه. مثلا فرض کنید که S2 مثلا میگم دو تا عنصر داره، پاپ میکنید این میاد بیرون، پاپ میکنید این میاد بیرون، دفعه بعد دوباره دستور پاپ بدید، هر وقت S2 خالیه و شما دستور پاپ میدید، نمیاد از S1 یه دونه بگیره بده به شما، بلکه اول میگه یه لحظه صبر کن، تمام S1 رو دونه دونه خالی میکنه تو S2، بعد یه دونه به شما میده. این ساختمان داده ای هست که، خب اولا این ساختمان داده در نهایت صفحه یا پشته است، صفحه، به خاطر اینکه ما مثلا عددهای 1, 2, 3 رو درج کنیم بعد یه دونه شون رو صدا بزنیم، همون اولین عددی که درج کردیم میاد بیرون. مثلا 1 درج میکنم، 2 درج میکنم، 3 درج میکنم، بعد یه پاپ میخوام، میگم یه دونه رو حالا بده به من، چون S2 خالیه، اول 3 و 2 و 1 رو بر میداره میذاره توی از S1 میذاره توی S2، بعد یه دونه رو به من میده. این از این، پس اولین عددی که درج کردیم اولین عددی که خارج شد. پس ساختمان دادش صفه، پشته نیست. این در مورد این. موضوع بعدی هزینه سرشکن N تا عمل درج و استخراج. N تا درج و استخراج، خیلی خوب، این تا درج و استخراج دیگه. حالا ما میتونیم سوء استفاده کنیم، بگیم این که نگفته اون این تا عمل از چه نوعی باشه، همش درج، این تا درج. خب هر درجی او یک دیگه، تموم شد، گزینه یک، درست. این از این. میتونیم هم حالا اینقدر سوء استفاده نکنیم، یه خورده زحمت بدیم به خودمون، بگیم که حالا مثلا این گفته n تا درج و استخراج، بذارید مثلا یه تعداد درج انجام بدیم یه تعداد استخراج انجام بدیم، به حال دلش رو نشکنیم. هر طوری انجام میدیم متوسط هزینه او یک به دست میاد. مثلا فرض کنید که من m تا عمل درج انجام بدم، بعد m تا دستور پاپ بهش بدم. این دوتا پشته ای که داریم، اولین دستور درج او یک، دستور درج بعدی او یک، ام تا درج انجام میدم، اینجا الان ام تا کلید درج شده، هر کدوم یک واحد هزینه داره. خب بعد دستور پاپ میدم، قرار ام بار دستور پاپ بدیم. اولین دستور پاپ یه خورده پر هزینه است. اولین دستور پاپی که میدی، اول تمام این امتا رو بر میداره، تمام این امتا رو هم درج میکنه، یعنی دو امتا اینجا هزینه میکنه، دو امتا، امتا اینو بر میداره درج میکنه، بر میداره درج میکنه، هر کدوم یه واحد هزینه داره. پس اول دو امتا اینجا هزینه میکنه، بعد یه دونه رو بهش میده به شما، بعد یه دونه بر میداره میده به شما، دو ام به علاوه یک. خب بعد از این به بعد اما هر دستور پاپی که بدی دیگه ساده است براش، پاپ این میاد بیرون، پاپ این میاد بیرون، پاپ این میاد بیرون، تمام. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تعداد اینا ام تا بود، پس ام تا هر کدوم یه واحد، این یه دونه بود،
خب همین یه دونه دو ام منها به اضافه یک هزینه داره. اینا تعدادشون ام منها یک تاست، هر کدوم یه واحد هزینه. این مجموع هزینه هاست. مجموع هزینه ها رو باید تقسیم بر تعداد دستوراتی که دادی بکنی. دو ام تا دستور دادی بهش. خب حساب که بکنید، درجه یک تقسیم بر درجه یک میشه او یک دیگه، فکر کردن نداره. درجه یک تقسیم بر درجه یک میشه عدد ثابت، میشه او یک دیگه، محاسبه کردن هم نمیخواد. ام با ام خط میخوره از صورت و مخرج و او یک بدست. پس گزینه یک درست. بریم مسئله بعد. مسئله بعدی هم درباره جانسونه که توی سال 98 خود جانسون رو پرسیدن. توی سال 97 یه سوال مفهومی درباره جانسون داریم. خب جانسون داستانش چیه؟ داستان جانسون اینه که ما کوتاه‌ترین مسیر بین هر جفت از گره ها رو میخوایم. یکی از ایده ها اینه که از اینجا دکسترا اجرا کنیم، از اینجا هم دکسترا اجرا کنیم، از اینجا هم دکسترا اجرا کنیم، از اینجا هم دکسترا، ان بار دکسترا. منتها خوبه ها، روش خوبی هم هست، منتها دکسترا شرطش اینه که وزن یال ها منفی نباشه. شرط کافیش برای جواب دادن اینه. اینجا اگر وزن منفی داشته باشی، جانسون میاد این مشکل وزن منفی رو برطرف میکنه. با چه روشی؟ با این روش. میاد اول یک نود S به نودها اضافه میکنه و فرض میکنه که از S به همه اینها یالی با وزن صفر داریم. از S به تمام نودها یالی به وزن صفر داریم. بعد میگه در این گراف درسته که حالا بلمنفورد رو که میتونی اجرا کنی که و کوتاه‌ترین مسیرها تک منبع از S به سایر نودها رو میتونی به دست بیاری دیگه. بلمنفورد با یال منفی مشکل نداره. خب حالا من و شما که نمیخواد بلمنفورد اجرا کنیم، ما هم تو ذهنی میتونیم کوتاه‌ترین مسیر از S به نودهای دیگه رو به دست بیاریم. فقط مراقب باشید اگر میشه از یال منفی استفاده کنید. اگر میشه، مثلا میگم برای اینکه یه خود هوشیارتون کنم، مثلا از S به 5 اگر مستقیم بیای هزینش صفره، ولی نمیشه مثلا از صفر کمتر بشه. چرا؟ مثلا اول از S بیا به 1، بعد از این یال با وزن منفی استفاده کن، منفی 4 به دست بیاد، صفر منهای 4 میشه کمتره، این کم هزینه است. به این ترتیب از S به سایر نودها کوتاه‌ترین مسیرها به دست میاد. برای هر نودی یه عدد به دست میاد، HV، یعنی کوتاه‌ترین مسیر از S تا V، فاصله از S تا V. خب بعد که کارامون تموم شد، بعد میایم میگیم که هر یالی در گراف قبلی یه وزنی داشت از آی به جی، وزنشو تغییر میدیم. به این صورت وزن جدید هر یال به این صورت تعریف میشه: وزنی که قبلا داشت منهای به علاوه اچ ابتدا منهای اچ انتها. حالا الان یه طرح سوال از ما پرسیده که فقط اون یال این فقط وزن جدید این یال رو برای من حساب کنید، فقط در این مورد، این یال، همش رو نمیخوام حساب کنید. خب ما میریم تو شکلمون و برای همین یالی که الان من روش دست گذاشتم، از S تا رأس شماره یک سبکترین مسیری که وجود داره همین مسیر به طول صفره دیگه، کمتر از این ندارم. از S به اینجا پس H1 برابر با صفره، همین سبکترین مسیر، همین خودشه. اما تا منفی تا 5 همونطور که دیدید این مسیر کوتاه‌ترین مسیره، پس اچ این رأس مساوی منفی 4. خب حالا ما میایم تو شکل اصلیمون و میگیم که اچ 1 رو حساب کردم شد 0، اچ 5 رو حساب کردم شد منفی 4. حالا این یال وزن جدیدش در گراف جدید برابر است با وزنی که قبلا داشت به علاوه اچ ابتدا
منهای اچ انتها، یعنی منفی 4 به علاوه 0 منهای منفی 4. منفی 5 چرا نوشتم منفی 4؟ منهای منفی 4 صفر میشه، وزن جدیدش میشه 0، گزینه 4. به این صورت. حالا دقت کنید، فقط موقعی که HVR رو حساب میکنید گول نخورید دیگه، حواستون باشه. مثلا در اینجا الان از S به 1 واقعا همین مسیر صفر کمترین مسیر بود، کوتاه‌ترین بود. اگر میشد مثلا یه یالی با وزن منفی داشتم که می اومد به 1، مثلا یه یالی از 2 به 1 داشتم با وزن منفی مثلا میگم 2، خب اون وقت کوتاه‌ترین مسیر از S به 1 مسیری که اول با وزن 0 بیاد اینجا، بعد از این منفی نهایت بهره رو ببره، برای H1 منفی 2 به دست می اومد. برای H5 اول از S می اومدم اینجا، بعد از این دوتا یال منفی نهایت بهره رو می بردم که منفی 6 به دست می اومد. درست شد؟ به این صورت. حالا بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی هم فقط یک هافمن ساده است دیگه، فقط یه هافمن ساده است. ما باید کاراکترها و فراوانی هاشون رو بنویسیم برای خودمون که من اینجا نوشتم قبلا، فقط با هم دیگه نگاهی بندازیم. سی دی بی و آب به ترتیب فراوانی هاشون رو از کوچیک به بزرگ نوشتم، مرتب کردم. بعد همونطور که میبینید اول دوتایی که کوچیک‌تره رو میگیرم با هم ترکیب میکنم، یک نود با فراوانی 4 به دست میاد. این نودی که فراوانیش 4 در صف اولویت درج میشه در محل خودش، یعنی فراوانیش 4 بعد دقیقا همینجا درج میشه، جاش همینجاست، 4 5 6. بعد این دوتای کوچکتر یعنی 4 و 5 با همدیگه ادغام میشن، یک نود با وزن 9 رو میسازن با فراوانی 9 6 9. بعد این که وقتی ادغام میشه میاد اینجا، میاد این سمت، میشه این 6 9، و حالا 9 و 6 با هم ادغام میشه و میشه 1 گره. هم از پرانتز گذاری میشه فهمید عمق هر کدوم چقدره، هم میشه شکل درخت رو کشید دیگه. مثلا اول C و D ادغام میشن با هم دیگه، بعد نمیدونم B بهشون اضافه میشه گویا، آره بعد B بهشون اضافه میشه، بعد در پایان هم A اضافه میشه و لاخر دیگه. بلدید فراوانی رو، بلدید حساب بکنید دیگه. هزینه یا طول رشته رمزگذاری شده مساوی هست با عمق برگ ضرب در فراوانی برگ، و حساب کنیم 28 به دست میاد. مسئله بعدی هم یه مسئله خیلی ساده است، مطابق وقت توضیحاتش رو میخونید میگه که n عدد صحیح کابیتی داریم، خب هزینه جمع تفریق مقایسه کا است. در حالت عادی من و شما هر مقایسه ای رو او یک حساب میکنیم، یک عدد مقایسه رو میگیم او یک. الان طرح سوال میگه نه، مثلا اگر یه عدد سه رقمی رو با یه عدد سه رقمی مقایسه کنید، همین یک عدد مقایسه او سه هست. حالا بگید که زمان اجرای الگوریتم های مرتب سازی چیه؟ خب مشخصه دیگه، ما فرمولایی که بلدیم تعداد مقایسه هاست دیگه. مثلا ما میگیم روش درجی حد اکثر N2، منظورمون چیه؟ این N2 تعداد مقایسه هاست دیگه، حد اکثر N به توان 2 تا مقایسه لازم داره. حالا قبلا ما هر مقایسه ای رو فکر میکردیم او یکه، الان میگه نه، هر مقایسه ای او کاه خودش، بنابراین N2 ضرب در کا درجی میشه N2 ضرب در کا. یا مثلا مرتب سازی سریع تعداد مقایسه ها N log N بود، چون هر مقایسه ای رو او یک حساب میکردیم، الان هر مقایسه ای خودش زمان میبره، در کا ضرب میکنیم. پس مرتب سازی
مثلا سریع میشه n log n ضرب در k. خب بعد در ادامه هم گفته که k log n خودش، k او log n. خب به جای k log n میذاریم دیگه، مسئله حل میشه. خیلی مسئله ساده ایه، فقط میگه به هر مقایسه ای رو یک واحد زمان حساب نکن، هر مقایسه ای رو k واحد زمان حساب کن. بنابراین با این توضیحات دقیقا تمام اون فرمولایی که قبلا بلدیم همشون باید در یک log n اضافی ضرب بشن. درجی میشه n2 log n، شمارشی که قبلا n به اضافه m بود حالا میشه n به اضافه m log n، همشون در یک log n ضرب میشن دیگه، همین. حالا گزینه ها رو بخونیم. گفته مرتب سازی شمارشی او n غلطه، مرتب سازی سری n log n غلطه، ادغامی n log n بود قبلا، حالا در یه log n اضافی هم ضرب میشه، میشه n log n به توان دو. گزینه درستی. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی هم که آخرین مسئله ماست، من خیلی روی این مسئله تاکید کردم، خودم در طول کلاس در طول ترمم روی این قضیه خیلی تاکید کردم، مرتب سازی ادغامی در حالت استانداردش به این صورته که شما لیست به طول n تو انقدر میشکنی به لیستای کوچکتر که به لیستای به طول یک برسه، بعد مرحله ادغام رو شروع میکنی. چون به لیستای به طول یک میرسه، اون لیستای کوچولوی آخر هزینه مرتب سازی نداره، چون لیست به طول یک خود به خود مرتبه. خب و میدونیم که n log n هم زمان اجراشه. حالا میشه مرتب سازی ادغامی رو در حالت کلیش یاد گرفت به این صورت، ما شکستن ها رو تا رسیدن به لیست های به طول m ادامه میدیم، یعنی لیست به طول m، و بعد لیست های به طول m را با استفاده از یک روشی مرتب میکنیم. چقدر زمان میبره؟ fm، هر کدومش fm زمان میبره، و بعد مرحله ادغام انجام میدیم. حالا زمان اجرا چقدر میشه؟ که این فرمول کلی رو شما باید برای مرج بلد باشید. این فرمول تا حالا شاید 10 بار بیشتر به شکلهای مختلف جز تر آزمون ها مطرح شده. مرتب سازی ادغامی در شکل کلی خودش زمان اجراش اینه، تعداد عددهایی که دارید لگاریتم تعداد عددها تقسیم بر تعداد طول زیر مسئله های کوچک. قبلا به زیر مسئله هاتون به طول یک بود، n log n به دست می اومد، ولی الان باید بگید که تقسیم بر طول زیر مسئله های کوچک، لیست های کوچک، به علاوه تعداد لیست های کوچک ضرب در fm زمان مرتب سازی برای مرتب کردن یکی از اون لیست های کوچک. خیلی خوب، این fm اگر مثلا از روش درجی استفاده کنید fm یعنی m2، اگر از روش کویک سورت استفاده کنید fm یعنی m log m، و همطور الی آخر روش هایی که بلدید. خب حالا بریم مسئله مون رو حل کنیم. در این مسئله گفته که ما n تا عدد داریم، در مرتب سازی ادغامی رو میخوایم استفاده کنیم، اما با این شرایط انقدر میشکنیم تا به لیست های کوچکتر از رادیکال n برسیم، تعداد عددها کمتر از رادیکال n بشه، یعنی به جای m رادیکال n استفاده کرده تر سال، لیست های با طول کوچکتر از رادیکال n. وقتی به اونجا رسیدیم اونها رو با روش درجی مرتب میکنیم و بعد ادغام میکنیم. خیلی خوب، چون از روش درجی استفاده کرده، من از نظر من fm یعنی m به توان 2 و طول زیر مسئله ها هم رادیکال n، یعنی اینقدر شکسته تا به عدد تا به لیست های کمتر از رادیکال n برسه، پس من به جای m رادیکال n میذارم، پس میشه n لگاریتم n تقسیم بر رادیکال n اضافه n تقسیم بر رادیکال n f رادیکال n، یعنی رادیکال n به توان 2 چون درجیه رادیکال n به توان 2. خب
باقیش دیگه محاسبات ریاضیه. همونطور که میدونید این در نهایت میشه یک دوم n log n. این هم که یه رادیکال با یه رادیکال خط میخوره، n رادیکال n به دست میاد. بین n log n و n رادیکال n همه میدونیم کدوم بهتره، این بزرگتره، n رادیکال n بزرگتره. و به این گزینه دو درسته جواب این سوال. اینم از حل سوالات سال 98. خسته نباشید بچه‌ها.